سلام، من پم قادوکورپت هستم. با سری آموزش های پی اچ پی از سایت آر سرزمین میخوایم با هم سری آموزشی پی اچ پی رو شروع کنیم و بهتون بگم که پی اچ پی خیلی زبان ساده هستش و اینکه انشاءالله با هم بتونیم خیلی جلو بریم و شما هم راضی باشید. در این ویدیو قصد دارم به معرفی پی اچ پی و اینکه پی اچ پی چی هستش، چرا باید ازش استفاده کنیم و همچنین برای استفاده از کدهای پی اچ پی چه چیزهای احتیاط هستش صحبت کنیم. پی اچ پی مخفف هایپر تکست پروسسور هستش، ولی اسم اصلیش پرسونال هوم پیج هستش و خیلی ها با اونو با اسم اصلیش که پرسونال هوم پیج و اسم قدیمیش میشناسن. محبوب ترین زبان سمت سرور هستش. زبان سمت سرور منظورمون چیه؟ شما وقتی با پی اچ پی یک برنامه رو می نویسید، بیننده ها یا کسانی که از برنامه شما استفاده می کنن نمی تونن کدهای داخلی برنامه شما رو ببینن و به این میگن سرور ساید و کدهای شما سمت سرور اجرا میشه. بیننده ها فقط ریزالت رو میبینند، یعنی فقط نتیجه کار شما رو میتونن ببینن. ما معمولا برای ساختن صفحات دینامیک، صفحات دینامیک منظورم اینه یه صفحه که استاتیک نباشه، ثابت نباشه، یه صفحه مثل خودش خودکار بتونه آپدیت بشه با توجه به درخواست ما، از پی اچ پی استفاده میکنیم برای نوشتن برنامه ها. میتونیم از پی اچ پی استفاده کنیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه پی اچ پی چی هستش، تاریخچه پی اچ پی، نحوه کار کردن با پی اچ پی و اینا، میتونید به سایت php.net مراجعه کنید، به آدرس php.net. همونطور که میبینید قسمت های مختلفش تو سایتش هستش و شما میتونید مطالعه کنید، البته با زبان انگلیسی هستش. تو سایت php.net یه قسمت که برای ما های اهمیته قسمت مانوالش هستش. قسمت مانوالش یه منبع خوب برای شما میتونه باشه اگر در جایی دچار مشکل شدید و یا اینکه نحوه سینتکس کد نویسی یه قسمتی رو ندونستید، یه تابعی رو خواستید، میتونید از این مانوال استفاده کنید و البته میتونید اونم دانلود کنید. این مانوال رو در این قسمت دانلود کنید و روی سیستم خودتون داشته باشید، هر موقع دچار مشکل شده ازش استفاده کنید. و همچنین قسمت سرچ فور داره تو این مانوال، در این بالاش میتونید سرچ کنید توی هلپش، مثلا اف اوپن، من سرچ میکنم توی فانکشن لیست، یعنی لیست تابع اف اوپن رو سرچ کردم و همطور که میبینید نحوه نوشتن تابع، آرگومان ها، پارامترهاش نوشته شده و یک قسمت جالبی هم که داره تو این سایت تو مانوالش اگزمپل هاش هستش. یوزر های پی اچ پی معمولا میان اینجا و مثال هایی میزنن، خود پی اچ پی هم مثال هایی در مورد نحوه استفاده از تابع میزنه و شما میتونید خیلی راحت یاد بگیرید که چجوری باید از تابع مثلا استفاده کنید و یا اگه مشکل داشتی انشاءالله مشکلتون اینجا حل بشه. زبان پی اچ پی از نظر سینتکس و ساختار خیلی شبیه به زبان سی هستش. برای اجرای کدهای پی اچ پی شما باید یک هاست، دو راه حل دارید، یا یک هاست بگیرید یا اینکه کامپیوتر یا کامپیوتر خودتون رو به صورت لوکالی به وب سرور تبدیل کنید که بتونید کدهای پی اچ پی رو توی کامپیوتر خودتون اجرا کنید. برای اینکه حالا هاست ها معمولا پولی هستن و اینکه اگر رو کامپیوتر خودمون بتونیم اجراش کنیم خیلی سریعتر هستش، برای اینکه بتونیم برنامه‌ای رو که می‌نویسیم رو کامپیوتر خودمون همونجا بتونیم امتحان کنیم و تست کنیم یا
که ببینیم درست کار میکنه و نتیجه رو. ما معمولا کامپیوتر خودمون رو به وب سرور تبدیل میکنیم. برای تبدیل کامپیوترمون به وب سرور دو راه حل داریم، یکی استفاده از برنامه زمپ هستش، یکی هم استفاده از برنامه WM سرور که ما اینجا از برنامه زمپ استفاده میکنیم. برنامه زمپ شامل آپاچه برای تبدیل کامپیوترمون به وب سرور هستش. آپاچی مترجم کد های PHP هستش. کافیه که به سایت apachefriends.org/en/exam.html برید. نوشته شده زمپ فور ویندوز، چون شما سیستمتون اگه لینوکس بود باید زمپ فور لینوکس، و یا ما که الان سیستمون ویندوزه و میخوام کامپیوترمون رو به سرور تبدیل کنیم بعد رو اجرای کدهای PHP، باید برنامه زمپ فور ویندوز رو دانلود کنیم. حجمش زیاد نیستش، تقریبا 63 مگابایت هستش. بعد از دانلود و نصب به این برنامه کنترل پنلش ظاهر میشه. من قبلا این برنامه رو دانلود کردم، شما میتونید از این سایت که گفتم برید دانلود کنید و برنامه رو نصب کنید. من اینجا الان برنامه رو اجرا میکنیم. این برنامه کنترل پنل زمپ هستش. برای اینکه ما بتونیم کامپیوترمون به سرور تبدیل بشه از این برنامه استفاده میکنیم. برای اینکه مطمئن بشیم که کار میکنه، یعنی ما به وب سرور تبدیل شدیم و آپاچه و مای اسکیول که دیتابیس ما هستن باید ران بشه و استارت بشه. به صورت نرمال شما بعد اینکه نصب میکنید فعال نیستن و شما باید بعد از نصب زم وارد کنترل پنل بشید و آپاچه رو استارت کنید و مای اسکیول هم استارت کنید. MySQL دیتابیس PHP هستش، یعنی خیلی هم پرسرعت هستش و برای دیتابیس ما از MySQL استفاده میکنیم. برای مدیریت MySQL از برنامه تحت ویب خودش استفاده میکنیم که PHP MyAdmin هستش. نگران نباشید در مورد این توضیحاتی که من الان میدم، اگر حالی نمیشید تو آینده تو ویدیوهای بعدی ما تک تک در مورد نحوه کار کردن با هر کدوم از قسمت‌های این برنامه آشنا میشیم. برای تست اینکه وب سرورمون حالا واقعا درست انجام شده یا نه، کافیه ما از توی مرورگرمون بزنیم لوکال هاست. بعد از نصب زمپ و اینکه شما آپاچه رو استارت کنید و PHP مای ادمین رو استارت کنید، این صفحه باید ظاهر بشه و الان که لوکال هاست رو زدیم، همونطور که میبینید صفحه زمپ ظاهر شد و این به این معنی هستش که ما به درستی برنامه رو ران کردیم. و همونطور که میبینید اینجا نوشته رانینگ، آپاچه رانینگ، MySQL رانینگ. برای مدیریت PHP MyAdmin هم کافی است توی مرورگر بزنید localhost /phpMyAdmin و صفحه PHP MyAdmin ظاهر میشه. همینطور که میبینید تو این صفحه شما میتونید دیتابیس های خودتون رو مدیریت کنید، دیتابیسی داد بسازید، یوزر بسازید و کارهای دیگه که تو آموزش های بعدی کلن به اونا میپردازیم. پس ما الان کامپیوتر خودمون رو به وب سرور تبدیل کردیم و آمدیم که برنامه‌نویسی PHP رو شروع کنیم. انشاءالله از ویدیو بعدی ما PHP رو شروع میکنیم و
شما هم با ما همراه باشید. ممنون.